أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمین سازیای اخلاق که ما مکارم اخلاقی رو به دست بیاریم از اسارت غرائز حیوانی بیروشه. اگر مکارم اخلاقی دو خط قرمز اینجا دو خط رای سیوم نداره، بعد جا چار راییه، بعد جا سه راییه، بعد جا دو راییه، رای سیوم نداره، دو راییه، یا این طرف یا اون طرف. دیگه این کار خودتوه که موتر خود باید به یک طرف توجیه کنه در دورائیه. اینجا الان دورائیه، یا تسلیم غرائز حیوانی خود میشه، شر البریه، شر البریه، یا میخوایی غرائز حیوانی را قیچی کنی. قیچی چیه؟ فطرت. قیچی چیه؟ محبت خدا. قیچی چیه؟ علم، تجربه، رفیقای خوب، مطالعه کردن، به یاد خدا بودن. یاد خدا یعنی چراغ روشنه، یاد خدا یعنی هم چراغ روشنه هم پاسدارا ایستاده. یک جایی که چراغ روشن باشه پاسداران باشه، دزد از کجا میایه؟ نمیتونه بیایه. میفهمه که اینجا هم پاسدارا ایستاده، چراغم روشنه. دوست در تاریکی کار خود میکنه، روح اوت وقت تاریک میشه که از یاد خدا آدم غافل شو. الا بذکر الله تطمئن القلوب. روحانیت انسان، حیات روح به یاد خدا، به مطالعه، به علم، با عبودیت. شما دو شب قیاس کنین، دو شب صبح که می بخیزین، دو شب قیاس کنین، یک کنین پیش خود. این چیز درسی نیه، علمی نیه، این عملیه. خود شما تجربه کنین. یک شب نماز شب بخانین، پیش خدا تضرع میکنین، استغفار میکنه. هذا مقام العائد بك من النار. ای جایگاه او کسیه که به تو از آتش دوزخ پناه میبره. یا الله میگی، یا رب میگی. در روایت های صحیح داره. نگدا دفعه بگو یا الله و یا الله و یا الله و یا الله، یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب. داد ارچ که میخوای بخواه. گفتنش فرق میکنه. یک دفعه من میگم، فکرم جایی دیگه، سوست و پوست میگم. یک دفعه انسان از عمق دل میگه، با خدا ارتباط برقرار میکنه. تلفون خدا هیچ وقت خاموش نیه، سمیع بصیر. تلفون خدا 24 ساعته. کود مودش ماسان فقط یک یا الله میگی. از ماورای عالم طبیعت لبیک میایه، نه پول میخواه نه مصرف داره. یک یا الله بعضی اوقات آدم میگه قبول میشه، کل سرنوشت انسان عوض میشه. با قول مردم عوام دیگه، نانت بر روغن چرب میشه، خلاص شد دیگه. زمین ساز اخلاق، مطالعه آدم میکنه، دوستای خود مواظب دقت میکنه که کی دوست مه. خیلی زنهای متدینن در موقع شوهر گرفتن، پدرای دخترها بسیار ناجوان مردانه عمل میکنن، بدتر از دوران جاهلیت. دوران جاهلیت ترور شخصیت میکرد، ترور شخص میکردن، دخترها زنده به گور میکردن، احمق بودن. الان ترور شخصیت میکنن، شخصیت بالاتر از شخص. فقط فکرش طرفیه که 3 لک 5 لک اوغانی بده که مثل که یک گوسفند و یک حیوان آدم بفروشه. اما شخصیت دختر خود بخانه شوهرش خورد میکنه. او که آمد میگه تو که پول گرفتی، پدرت از ما پول گرفت، بیا کار کو، بیا خالی بباف، بیا گلیم بباف، ما که قرضدار شده، 2-3 لک قرضدار مالان.
کارای بی خود ابروی دختر خود می برن. همین دخترای ما که ششتن درس می خوانن به هیچ وجه نمانین که پدرای نادان بیاین شما رو بفروشه. ای پول چیه که بگیره؟ دیروز یک خنددار یک سوالی از ما کرده بوده. یک دختر نشسته بود در این تلویزیون برنامه عارفانش. از ما سوال کرده بود که 250,000 افغانی یا 225,000 افغانی دله گرفتند. این پولا را پدر و برادرم خورده. 25,000ش مانده. الان مادر مرگ گرفته که 5,000ش هم به ما بده. من ندادم بهش. کاری بد کردم. گفتم نه کاری بد نکردی. من نوشتم برش. منتها تندی نکنی با مادر. بگو مادر چیزی نبوده که من برای خود یک جهیز بخرم، یک چیزی بخرم. چی رو ببرم خانه شوهر؟ اما پدر و برادرت حرام خورده. اونا به خود پولا رو خوردن. یک حیوان فروشی. ای چیه که آدم بیا یک کار کنه؟ در اولادا خوبه، پدرها بدن. دخترها رو گمراه میکنن. برای درس نرو. درس نخن. این قدر نماز نخن اینجا. بعضی اوقات پدرها بدتر از شمر میشن برای اولادای خود. این محیطه. گای پدر گمراه کننده میشه. گای زن گمراه کننده میشه. گای شوهر. یعنی باید همه فامیلا باید بیدار باشه. قرآن یک خطاب داره. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. پدرت بی هدف بود ارفشر قبول نکو. مادرت بی هدف بود قبول نکو. برادرت بی هدف بود قبول نکو. خواهرت بی هدف بود ارفشر قبول نکو. سخت و سفت استاده باشه. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. خانه را باید محیط خود پاک کنیم. دوست ما خوب باشه. اراده خود ما باید قوی باشه. دعوا نمیخواه. دعوا نکو. امرای پدر، مادر، خواهر، برادر. ولی منطقی صحبت کو. تسلیم نشو. خود مثل یک بوز فرض نکو که تو بفروشه. منطقی صحبت کو امرایشه. محیط خانه خود سالم کو. نسبت به دوستای خود مواظب باشه. مطالعه زیاد باشه. مطالعه مثل غذای برای بدن. این مطالعه غذای روحه. آدم جاهل همیشه مریضه. مطالعه کردن استفاده از عقل. باید آدم مطالعه کنه. کتاب مطالعه کنه. خیلی تاثیر میکنه. همون ما به شما گفتم. مند. شما یک شب نماز شب بخانین یک شب هم نخانین. تو صبح ببین او شبی که نماز شب خواندی، اونی که مناجات کردی، برای مؤمنین دعا کردی، برای خود دعا کردی، پیش خدا تواضع کردی، خدا را تمجید و تحمید و تحلیل و تکبیر کردی، ببین که صبح چی حال داری. او شبی هم که نماز شب نخواندی، خورخورت بالا بوده، خانه را پر از خورخور کردی، او را صبح ببین که باطن چی حال داره. شما یک کتاب مطالعه کنین، همین امتحان کنین. بعد از کتاب که مطالعه خلاص شد که فکر کن. مثلا این کتاب جیبی بوده و دو هفته ایر خاندی. خوب فهمیدی. دقت کردی و فهمیدی. دو هفته خلاص شد کتاب تمام شده. کتاب بگذار به زمین. یک کمی فکر کن. دو هفته پیشتر طرز تفکر چی قسم بود؟ این کتابی که الان خواندی دو هفته شد، ببین که در این دو هفته در مغز تو چی تفکرات جدید آمد. او وقت میفهمی که مطالعه چقدر ارزش داره. خیلی آدم عوض میشه. عوض میشه به شرطی که کتاب کتابای مزخرف نباشه. کتابای پولیسی، جاسوسی، عشقی نباشه که او بدتر ترسیه میکنه. بدتر ترسیار میکنه. خیال نکنی که تو به هر جایی که یک دفعه بین حمام میری خود صابون میزنی، لیس میکنی، بیرون میشی بدنت سفید، بوی خوشم میدی. یک دفعه میری بین آشپزخانه، اونجا چوبا خیلی تر بوده، دود بوده، تمامی دودا بلیت میشینه، عرقم میکنی، اما عرقم بوی بد میده. مواظب باشی. اینا فرق میکنه. چه کدوم کتاب مطالعه میکنی؟ کتابای تاریخی، کتابای اخلاقی، کتابای دینی، کتابای علمی.
آدم میخانه. من میخوام بگم همینایی که کتابای فیزیک و کیمیا و بیولوژی را میخوانن یا که از من بالاتر کتابای فیزیولوژی را میخوانن بسیار به خدا نزدیکتر میشن، به شرطی که بفهمن که چی اراده قوی در کائنات وجود داره، به چی اتقان و به چی ابداع این کائنات آفریده. چقدر بده برای طلبه ها که اینا به درس خارج برسن، توضیح المسائل مشتعل خود بلد نباشن و نخانده باشن. خیلی زشته. اینا روز قیامت اینا رو بیشتر میگیرن. حجت بر اینا تمام شده. در یک روایت در مجلسی مرحوم در جزء دوم بحار الانوار نقل میکنه، میگه روز قیامت 200 نفر عامی از حساب فارغ میشه، یک نفر عالم از حساب فارغ نمیشه. اینی قدر جنجال ما و شما زیاده. یعنی بیشتر از 200 برابر مردم عوامی که درس نخواندن وظیفه ما و شما سنگین تر. اگر عمل کردیم 200 برابر امتیاز من بیشتر میشه. خدا به زنهای پیغمبر امهات مؤمنین رضی الله عنهن در قرآن خطاب میکنه، یا نساء النبی لستن که احد من النساء. اینه مواظب باشین، شما مثل دیگه زنهای نین که در خانهای شوهرهای خوده، در خانه شما وحی نازل میشه، شوهر شما پیغمبر و رسول خدایه، اگر تقوا داشتین دو برابر میشه، و اما اگر به تقوا بودین دو برابر گناه به شما میرسه. امام چهارم در یک روایت میفرماید میگه ما اولادتریم از زنای پیغمبر، ما اولاد پیغمبریم، اونا زنای پیغمبرن. این آیه درباره امام است که اگر خوب بودیم، به این نمیشه که ما مغرور شیم که اولاد پیغمبریم، نواسه پیغمبریم، ذریه پیغمبریم. اگر تقوا داشت دو برابر، اگر نداشت او طرفش دو برابر میشه. باید به حال بیاییم. ای را درازه رای اخلاق تکامل انسانی. گفتنش آسانه، این ما صحبت میکنم، ولی وقتی که من خودم نتوانستم که مکارم اخلاقی را تحصیل کنم چکار میشه؟ باید ای را درست پیش بریم که اگر 100% کامیاب نشیم 100% ناکامم نمانیم در اخلاق. یک مقدار مطابق علم ما اخلاق ما پیش بره و دیگه. گرز مسجد به خرابات شدم خورده مگیر. من به مسجد بودم ولی رفتم به خرابات. مرادش از خرابات او جایی که اوزها را خراب میکنه، او جایی که غرایز حیوانی خود کنترل میکنه. غرض مسجد به خرابات شدم خورده مگیر. مجلس واعظ دراز است و زمان خواهد شد. حضور هایی که واعظ مرا موعظه میکنه 20 سال کار داره، 20 سال کار داره که آدم اخلاق خود کامل کنه. اما اگر یک مرتبه آدم خراباتی شد، انقلابی حرکت کرد، آمد در خرابات، این نفس اماره خود خراب کرد. یک مرتبه این نفس لو اماره به ظرف 3 روز لوامه شده و به ظرف یک هفته دیگه نفس مطمئن نشده. یا ایتو النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. بیا که مدال افتخار به تو بدهم. مدال افتخار چیه؟ رضا، که خدا از تو راضیه و تو از خدا راضی. خلاص شد دیگه، خلاص شد. او وقت بهشت برایش یک جای عادی میشه. یعنی می باید انقلابی رفتار کنیم اگر می خواهیم اخلاق ما خوب شوه. اگر اراده ای شما مثل اراده ما ضعیف بی حال نیه و مثل من ناکام و جامانده نشین، باید اراده های قوی داشته باشین و انقلابی برین. قرض مسجد به خرابات شدم، این انقلابیه، خورده مگیر.
مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. او اصلاحات اصلاحات خیلی زمان میخواه. نگم میخوام انقلابی خدای اصلاح کنم. آدم یک دفعه با نفس خود مخالفت میکنه، یک دفعه به مقامات بالا میرسه. خدای تبارک و تعالی به امه ما و شما توفیق تکامل اخلاقی را هر چیز زودتر مرحمت بفرمایید.